قصه ای که چطور کولر آخری ماره تغییر داد. میکروبای کوچک کولر که به چشم دیده نمی شد به تمام دریا گرد شدن. اون میکروبا بسیار خرد بودن اما بسیار خطرناک هم بودن. زنا بدون این که بفهمن میکروبای کولر را در آب خانهشان می بودن. کولرا هم روی پاهای مگس ها هم انتقال میکرد و دستای ناشسته هم باعث انتقالش میشد. ما میکروبای کولرا را با انگشتای دست خود آب و نان قورت میکردیم. این مریضی بسیار زود پیش رفته شد. صبح و روز پدرم زیاد مریض شد. من بسیار ترسیده بودم. به خاطر که مثال بود. مواد غایتیش مثل آب خد از جاری بود. به خاطر کمک به کلینک حرکت کردم. من هیچ وقت بایست کلینک تیز ندوان نبود. همی که نرس پدر مدید فهمید که او کولرا دارد. ما باید عجله میکردیم تا او را نجات بدیم. یک نوشیدنی خاص برش جور کردیم تا برش فایده برسانه. اول ای قسم پاک کردیم. یک تکره گرفتیم و امرویش اول تصفیه کردیم و بعد بر یک دقیقه جوشش کردیم. بعد از او نیم قاشق چای خوری نمک و 6 قاشق چای خوری بوره را در 1 لیتر آب تصفیه شده انداختیم. مزهش مثل عشق بود مگر زیاد شور نبود. ما بر خطا بودم که پدرم پیش چشمایم خواد برد. مگر به زودی که به قوت گرفت. نرس برم تشریح کرد هر کسی که میکروبای کولرا را قورت میکنه مثل پدر تو مریض نمیشه. مگر باز هم کولرا هم راش انتقال میشه. حال دیگه ایره لازمی دانستم که باید اوه پاکه به مردم خیری خود برسانم و برشان یاد بدم که چطور خود از کولرا نگاه کنن. یک دختر دیدم که او میبرد. برش گفتم اگه تو در او چند قطره کلورین مندازی و به نیم ساعت بانیش او از میکروبا پاک میشه. باز یک آدم دیدم که میخواست همراه دستای ناپاک خود نان بخوره. برش گفتم همیشه بعد از سشتم رفتن دستای خود همراهی صابون و او پاک بشوی. تنها با دستای پاک میتونی که بی خطر نان بخوری. یک چند نفر از قریه خود دیدم که باعث گرد شدن میکروبای کولرا در دریا می شدن. اونا گفتم ما باید کنار آبار حداقل 30 متر از دریا دور جور کنیم. بخاطر که این مهم است که قریه خود را پاک نگاه کنیم. یک مادر دیدم که خوردنی را صحیح پاک نکرده. برش گفتم اول باید ما دستای خود همراه صابون و آب پاک بشوییم. بعد از اون خوردنی را شسته پوست کده پخته کنیم. همیشه باید خوردنی را گرم و تازه بخوریم و از مگس ها نگاهش کنیم. این گفه به کل خریه رساندم. باز پیش پدرم رفتم. او را که جور دیدم بسیار خوشحال شدم. مردم خریه ما صحتمند شدند. حال ما او تصفیه و جوش میکنیم تا مطمئن شویم که او پاک است. حال ما از کنار آب استفاده میکنیم و همیشه بعد از کنار آب رفتن دستای خود را میشوییم. نانه از مگس ها نگاه میکنیم. او رو میشوییم و پوست کده پخته میکنیم و همیشه پیش از خوردن نان و آشپزی کردن دستای خود را میشوییم. ما قریه خود از کولرا نگاه کردیم. شما همی آگاهی را برسانین تا شما هم قریتان را نگاه کنین و صحتمند باشین.